امشب هر طور شده باید تکلیف اون بابا یه سره بشه، چون اگه افراسیاب میرزا امشب نیاد اومدنش فردا حتمیه و در بودن اون دور این کارا رو باز خیر جا میتونیم خیت بکشیم. بود و نبود اون که برای من فرقی نمیکنه. نه باید در مسافرت باشه که همه چی به نظر منطقی بیاد، یعنی راهزنا این کارو کردن، چون در بودنش ما نمیتونیم گردن اونا بندازیم. چش تو سرور منی، هر طور دستور بدی من عمل میکنم. تو پولو برسون دیگه خیالت نباشه. تو معلوم میشه تو این کارا ید طولایی داری، همان داره تاریک میشه. بجام یالا تو سر قولت وایستا، منم به قولم عمل میکنم، کاری میکنم که حتی خودت هم نفهمی من این کارو کردم. آفرین. پسر نداره. سلام علیکم اکبر آبا، خسته نباشید. سلام علیکم، برخونه تو بفرما بشین. بفرما بشین دیگه، این بچه دارم آرومش میکنم. خیلی خوب خیلی خوب، چه بچه نازیه، بفرما بشین. نه باید فوری برم، دیشب تو جزیره بیزر یه کاروان غارت شد. این پسر بچه رو که میبینم من یه تخت سنگ پیداش کردم، آوردمش که شما نگرش دارین، هرچی هم بخواین بهتون میدم. گیلی نکن بیلی جانم. برش دار برو، این کارا به ما نیومده. نه اکبر، نگرش میداری، خدا رو خوش نمیاد که بچه دار نمیشی. پس بذار این بچه رو قبول کنیم و بزرگش کنیم. زن یه خورده عقل داشته باش، شاید این بچه رو دزدیده باشه، از این هیچ بعید نیست. نه نه نباید بدیای این مرد و با بیکسی این بچه قاطی کنیم. خدا این بچه رو به ما بخشیده. راست میگه، من اگه میدونستم از شما مهربونترم آدم پیدا میشه میرفتم سراغ همونا. تو واقعا دست شیطونم از پشت بستی، باید از تو دوری بکنم. باشه این بچه مال ما، ولی تو هم باید قسم بخوری که این طرف ها پیدا نشه. هم قلب و شیرین جونم، این زندگی
هم که دمه بازم میگم هرچی خدا به خواد میشه اگر کسی راضی بشه و یا نشه این گفت ما را به همه جهان بسه دست خدا بالای دست هر کسه کب باز که این کب در رفت برم یه خود آب بشورم اندو چاییمون تموم شده خدا داده بفرست بره بخره بیر اینجا خدا داد سنگسری هم؟ بله قربون از اون که اشراق اومدن حساب کتابشون هم درست نیست از بابت اجاره پارسال هم چیزی به اون ندادن ولی قول دادن که یه جا تصویر کنن نفهمیدم پارسال پول ندادن امسال دیگه چرا راهشون دادین؟ باید راهشون میدادیم که پول پارسال هم ازشون بگیرن بده کارن دو ساله 450 تومن اما اونا قبول ندارن سلام قربان به سرتون قسم همه گوسفندای ما 400 تومن نمیارزه بگو بیاد اینجا بیا اینجا نرگس باور نمی کنم اروج تو قیافه زن مرحوم من که یادت نرفته می بینی این دختر کولی چقدر به اون شبیهه مگه جباحت هم ممکنه حرایش تمام حرکاتش منو یاد اون می نزه زیباییش ظرافتش ببینم تو چند سالت دختر بهت نمیگم بده آقا داره ازت چیز میپرسه خوب نیست خوب نیست؟ خوب نباشی؟ مگه مجبورم؟ رفت زن ندیدیم؟ نه مثل تو ندیدم درست 20 سال میشه نگفتی این دختر پدرش چیه؟ قربان اون پدر مادری نداره من بزرگش کردم این چمکی هم سواد دیگه آفرین خیلی خوبه خیلی خوبه میخوام بیشتر ببینمت حالا ما رو به بزمتون مهمون میکنی؟ بیا برو از خود رو بگردون موازه با شرقش خوب خوش بشن بزنی برخصی Oh, God.
صفا شور و نوا زندگی ما. در سینه ما یک دل دیوانه ز غم ها، اونجا که صفا داره، اونجا که چمن داره، اونجا که گل داره، ایوان شده خیاره، جای گلی ها. تو باید همراه من بیایی، وجودت چراغ زندگی مو دوباره روشن کنه. تو نمیدونی چقدر شبیه زن مرحومم هستی. خب بیای. چرا نمیام؟ خوبم میام. اما اون با من. آهای پیر مرد. بله قربان. نرگس پیش من میمونه، در عوض اون دو سال اجاره رو به عنوان شیرنی عروسیمون بهتون بخشیدم. خدا عمرتون. نظر قوری پدرت سر پیری پاک خودشو جوون میدونه. مطمئنم این کولی هرچی بخواد بابات بهش میگه. یه انصافی نکنیم، پدرم حق داره. لاکردر خیلی لونده، من که خیلی ازش خوشم اومده. ای ناغل آخه معلوم شد تو هم خریدارش یاره. آدمی زد باید خیلی به ذوق باشه که از یه همچین لعبتی صرف نظر کنه. خیلی کلکی. بخشیدن پول رو باید ندی. به مقدسات عالم خودشون اجاره هر دو سالمون بخشیدن. باید ببینم حیوان، سب ببینم چرا این بیچاره رو میزنیم. این بابا سلمان چی کار نمی کنی؟ شما از که این حق رو پیده کردین که مردم رو بزنین؟ بزنیم آقا. مادر من همیشه به من نصیحت میکنه و میگه آدم های قوی نباید آدم های ضعیف و اذیت بکنه. شنیدی؟ شنیدی ننش چی گفته؟ این پسر افراسیاب میرزا سر کاری بخواد میکنه، ولی پدرش و مردم خوشرفتاری میکنه. پسرش هم باید همون تو باشه. لازم نیست برای من تکلیف معیار کنید. برو پیکاره. من دست خودم ضعیف بلند نمیکنم، خدا خودش میدونه. برای اگه زیاد سر به سرم بذاری به نظرم مسافره که منتظره کنی رسی. تو برو منم الان میگم. سلام عزیزم، اومدم. یه کاری چی کارم از هم خود نمی کنی؟ بیا. هیچ نراد نباش کنه. هیچ نراد نباش. تو دفعه هم بره. ولی من میدونم چی کارش کنم. دیگه باید چم چم با هم خصوصی بشیم. چطوری؟ یعنی با هم درد دل کنیم، بگیم، بخندیم. چجوری بگم؟ آره همینطوری دیگه. نه به همون صورت اولش قشنگتره. مهم نیست، بشینیم حرف بزنیم از اون گذشته. اینجا غریبه ای. ببین نرگس جان، تو میدونی که کارهای من خیلی زیاده. من باید به فکر زراعت و فروش غلات و تهیه زندگی جدیدی باشم. تو هم برای این انتخاب کردم که شریک زندگی من باشی، ولی تا زمانی که خودت قلبا مایل نباشی به تو دست نمیزنم. خیلی ممنونم. من درست متوجه نشدم. ممنونم آره یا ممنونم نه؟ ببین عزیزم، من درست 20 ساله که به هیچ زنی دست نزدم، ولی با دیدن تو همه چیز عوض شد. برای اینکه تو شکل کسی هستی که من 20 سال پیش از دست دادم، یعنی زن مرحومم. نه تنها اونو از دست دادم، بلکه پسرم هم از دستم برد. حالا خدا رو شکر میکنم که تو رو دیدم. بلند شو وایسا، بلند شو. من برای تو مرد ایدئالی میشم، بهت قول میدم. قسم میخورم که تا زندم تو رو از جونم بیشتر دوست داشته باشم. دوست دارم عزیزم، از صمیم قلب دوست دارم. مشته برم ببینم چه خبره.
چیه؟ چه خبره؟ بابا یکی توی خونه نیست به ما کمک کنی؟ یعنی به من کمک کنی؟ دارم پشتوار میکنم هرچی کاری شخص که همیشه به من واگذار بشه سلام عمو جان به به سلام برادرزاده عزیزم رسیدم به خیر خیلی خوش آمدی سلام باشم دلواپس میشدم در خوده پیش باید میگم مرمان خانه تو چطوره؟ میشه مشغول شهیدن جنجام اون دستم نیست نو اونه اون جا دست داری شوخی ها خب بیبا جان تو عروسی تو و نظرخالی خودم میرخصم راستی ببینم از برادر دادم اونطور که دلم میخواست استقبال کردین مخصوصا تو نظرخالی بله پدر شد بله بله مطمئن باشی اینجا چه خبره؟ بیا نرگس جان بیا بیا با زیبا دختر برادر مرحومم آشنا بشو زیبا جان تو و نرگس باید به این خونه شکل بریم باید بهش برسیم مثل بهشت درستش بکنیم بابا باد آمده بوی انبر آورد ولی اینجا میگی که با بوی نرگس آوردیم خیلی خوشحالم پس عمو جان تازگیه دست به کار شده خبر بادا چی تا آخر عمر عذب بمونم چه دختر خوشگلی آدم حسودی شما دلم میخواد که تا روز عروسی با دلاوریات دل اونو بریم 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 بفرم برگی بهم گفتن امروز جشن تولده بله جشن تولدیه که من هر سال به خاطر پسر گم شدم میگیرم درست 20 سال میشه که اونا از من جدا کردن امیدوارم خداوند نابودشون کنه بیچاره زن مرحومم علاقه غیر قابل توصیفی به اون بچه داشت من از اون تاریخ به بعد این روزا جشن میگیرم که روحش شاد بشه و در آرامش به سر ببره خوشبختانه دیگه دوره هرج و مرج تموم شده شما بعد از 20 سال باید همه چی رو فراموش کنی بله میدونم که دیگه دوره قتل و غارت تموم شده اما درد و رنج من تموم نشده من دوست ندارم شما رو همیشه گرفته ببینم درسته نبایدم ببینی مطمئن باش تو تنها کسی هستی که اشکای منو دیدی ما اجازه شما قربان همه مردم اومدن مگه خودتون تشریف نمیاره قربان چرا الان میای بریم نرگس بفرمایی قربان هر ورود خودت به این جشن رونق بده به خاطر شما چشمم بود No, 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 no,
حالا اجازه میدین برنامه زور آزمایی جوان ها رو شروع کنیم؟ بله حتما، نظر خونه بلند شو استتاهش کن. به خاطر رفاقتی که هستم با هم نداریم این مسابقه رو من اداره میکنم. خواهش میکنم بفرمایید. بلند شو. بلند شو. نظر قولی تو رو انتخاب کردم. نمیخواستم آشو برو بشم. نشو بسرم یالا. یالا پاشو منتظرته. توکل به خدا کن. دلم میخواد مادرت رو سفید کنی عزیزم. به امید خدا. خیلی خوب سواشین. خب تشریف کنید. اول تو برو. نه تو برو. من اول نمیرم. شنیدی های بون؟ میگه من با اول برم. والا غیرتان تو هم بیا و منو پیش مردم روسیا نکن. یه کاری بکن که من ببرم. اسب کوهستونی تربیتش کردم برای خودم، نمیفروشمش. برو دعا به جون اسبت بکن. حالا پیشنهاد میکنم که با هم کشتی بگیریم. چته میترسی؟ از تو؟ میخوایم کشتی بگیریم پدر جون. کشتی میگیره. من نمیذارم نظر قلیه بیره با خدا داد کشتی بگیره. الان موقعشه که به افراسیاب میرزا بگم که خدا داد. بگه بشین. دیوونه شده این شب بیخوره کار دارم. حالا زود بزن به چای. گوش کن خدا داد، چون نظر قلی از مسابقه با اسب خودداری کرده، تو تا اینجا برنده هستی و مسابقه رو بردی. و حالا که تو رو به کشتی دعوت کرده، طبقه رسم قدیمی شخص برنده مقداری از موی سر بازنده رو میچینه. با این حال بازم حاضری کشتی بگیری؟ با کمال میل قربون. پاتیشین میدونی که هر کی از خط دایره خارج بشه باخته. آره میدونم. اینم مسابقه اسب سواریه. یه پشت پا چه کاری کرده؟ نه نه مردانگی رو باید از تو یاد گرفت. تو جوان مردی رو به اعلی درجه نشون دادی و موی سر نظر قلی رو نچیدی. اگه از تو خواهش کنم که پیش من باشی و در کارا به من کمک کنی، خواهشم رو رد نمی کنی، قبول می کنی؟ بزرگواری می کنید بربون، ولی من لایق نیستم شما این همه محبت به من بکنید. اتفاقا برعکس. برای خدا داد جایزه بیاریم. راستی زیبا اون لباسایی رو که از فرنگ آوردی بدش به خدا داد. تو باید اینجا بمونی، من برای تو کارهای زیادی دارم. نظر لطفتون قربان، ولی
داره. آه، راضی کردن پدر مادرت با من. تو سوارکار ماهری هستی، باید اینجا بمونی و اسبای منو تربیت کنی. بریم پسر. بیا اینم مقررید بگیر زهر مارد بشه. قربون دست شما. بدش مشخصاً بهت پول نقد. باش. تو زندگی منو به خاطر یه الف بچه چپابول کردیم ناکس. یه الف بچه؟ خدا داده میگی یه الف بچه؟ اون چلته منو تا رحلیفه. خودت که واردی میدونی اگه دهم واکنم و به عباسی ها بیرزا قضیه رو بگم چه بلایی سر میاره. در عرض یه دقیقه تحویل ژاندارمات میده. ده حالتو که نقشه منو میدونی. میخوام بین نظرخوری افراسیاب میرسه رو به هم بزنم و وقت نفش به من تو میرسه. تو هم که بعدت نمیاد. تو فقط این مقرری ما رو قطع نکن، بقیهش دیگه با ما مربوط نیست. خب دیگه ما رفت. خدا حافظ شما. یه آشی واسه بپسم که یه بچه تو بهم خوش باشه. آقای بچه ها بیا اینجا. بیا فرد و صبح جمع میشین کنار تنگه، باید پسر اون یارو خارکنه رو بترسیم به درک. شما هم همراهی ما میان؟ یورزا، شما ها با تفنگ اون بغلاب سنگ بهتون میچرفین. هیچ کدوم فایده ندارین، اون الان در میره میره طرف کتون. شما در پس سواشین برین کلکشو بکنین. زود باشین، یا لعجره کنین، زود باشین. کلکش کنده هست، برو برین. اچھا نگو یا لازم کنین اون رفت به طرف کلبه خودشون. یا زود بشین. بریم اینجا خوبه، اگه قسمتش باشه همینجا کلکش میکنه. Thank you.
چیست؟ انگار یه نفر رو از خواهد سرم مردی؟ نه از زنده است اما من شما همینجا باشین من الان میبرم ایش خوری کجاست؟ چرا اینقدر؟ چرا اینقدر تاریک؟ عمو جون، این همون جوانیه که مسابقه را از نظر قلی برد. آره درسته، من این جوان مردو میشناسم. حالا نوبت ماست که تلافی بکنیم. من از تو خواسته بودم که پیش من بیایی، ولی نه اینطور زخمی. بگو ببینم چه اتفاقی افتاده. من داشتم. نمیخواد خودتو ناراحت کنی. تو مهمان ما هستی، مهمان عزیزی که من خودم شخصا شیفته جوان مردی و بزرگ منشیش شدم. بعدم فرصت هست که جریانو برام تعریف بکنی. نرگس باید کمی نمک و یه لیوان آب براش بیار. زیبا جون زخم این جوان رو ببن. چشم امو جون همین الان. کاش میتونستم بفهمم که این بلا رو سرت آورده. کمی نمک بذار دهنه. شما خیلی مهربانید. متشکرم. ممنون. فکر نمی کنین کسی با تو دشمنی داشته که این کار کرده؟ گفتین دشمنی؟ بیا یکم آقا والا بیا اون سینی رو بردار ببر. دشمنی؟ اونم با پسر اکبر خارکن؟ آخه کشمنی داشته باشه؟ برام باور کردنی نیست. چطور شد که زخمی شدی؟ نمیدونم، غافل گیرم کرد. از هر طرف به هم تیر اندازی کرد. مقصودشون رو نفهمیدم. منم دست خالی بودم و الا اینطور نمیشد. هم جوان مردی هم نترس. من به وجود تو افتخار میکنم. زیبا نرگس ازش پرستاری کنی. چشم امو جان باید گلوله رو از تو کتفش در بیاری. خودم درش میارم. مرهم زخم کجاست؟ اینجاست. بوشم دردمندان، حاجت حاجتمندان، قرض قرضمندان ادا کن. سفر کرده ها رو به خونه زندگیشون برگردن. پسر منو به من برسون. یا الله اومدی؟ از خدا داد چه خبر؟ اگه بیتابی نکنی بهت میگم. دیدی چه خاکی به سرم شد؟ نکنه بلایی به سر پسرم اومده باشه. نگفتم بیتابی میکنی؟ پس بهتره که نگم. خدایا به این صبر بده. بگو تو رو به خدا بگو ببینم چه بلایی به سرش اومده. یاد پلنگ زدم با نیزه زدنش، ولی طوری نشد. دیدی خاک به سرم شد؟ به سرم. گفتم چیزی نشده. الان خونه یه ستارخانه دیدمش. گفت پدر به مادرم بگو بیتابی نکنه. من هر جا باشم شما تو. خدایا هر جا هست خودت حفظش کن. بیا بخور. پس شادر نکنه. نبود ممنونم. ولی حالا زخمت خوب شده. کاشم زخمی میشدم و تو اونو میبستی. مریضی که حکیمش تو باشی
هیچ وقت دلش نمیخواد خوب. مواظب چشما و زبونت باش. اما و نظرقلی اینطور نگاه و اینجور حرفا رو نمیبخشن. ترواز اخ که مردشم دیگه نمیتونم صبر کنم. پس چرا معطلی باشو برو دیگه. من واسه تو هم یه آشی پختم. سلام عزیزم. اینجا آمدی چیکار؟ اومدم به کارای انبار رسیدگی کنم. خوشگله. معلومه باز خیلی شراب خوردی. خجالت بود. به خدا مردتم. حاضرم جونم رو بدم ولی در عوض تو رو داشته باشم. منم نمیتونم یه دقیقه تو رو نبینم. خدا خودش میدونه که منم تو رو دوست دارم. اما پس اگه اینوری چرا از من دوری میکنی؟ برای اینکه ما هنوز درست همدیگر رو نمیشناسیم. ولی تو این مدت این جنگ سر بود کی ممکنه باشه؟ خوبه. از تو ممنونم خدا داد. تو جود دادی. من به تو احتیاج دارم. دلم میخواد پیش ما بمونی. قبول میکنی؟ با کمال میل بود. باش میمونم. هرچه زودتر باید مسبب این آتش سوزی رو پیدا کنین و به من معرفیش کنین. فهمیدین؟ چاش. اگه پیداش کنم یه پدری ازش در بیارم که خودش ایوال بیاره. خفشو بریم عزیز. بله. تو این روزا کجا میری؟ همین دورو برو برای گردش. با کی؟ با خدا داد. خب بعدش چی؟ هیچی حرف میزنی. راجبه چی؟ من نباید بدونم؟ راجبه عشق. خیلی گستاخی. شما میپرسین منم مجبورم حقیقتو بگم. تو نامزد نظرقلی هستی. من نمیتونم زخم زبونو تحمل کنم. من با این نامزدی هیچ وقت موافق نبودم عمو جون. من خدادات همدیگر رو دوست داریم. تو خیلی خوب میدونی که من به پدر مرحومت قول دادم که تو رو به نظرقلی بدم. چطور میتونم قولم بزنم؟ من به خاطر عشق خدادات حاضرم بمیرم عمو جون. یادتونه شما و زنم خفش را شما بزرم نیار. اگه برادر زادم نبودی دهنتو خورد میکردم. برو تو اتاقت. افروسیاب میرزا چی؟ نکنه باز یاد 20 سال پیش افتادی ها؟ خدا رحمتش کنه. پدر مادرش به یکی دیگه قولشو داده بودم. چون منو دوست داشت با هم فرار کرد. برای همین نمیخوام زیبا رو تحت فشار بذارم. جریان خودتون چی شد؟ پدرش با ازدواج ما موافقت کرد. ولی اجل مهلتش نداد. پس تو خوشبختی زیبا رو بخوای. اگه نمیخواستم که اینقدر باهاش خشونت نمیکرد. فعلا تو برای من از همه چی مهمتری. هی! برو بینم. یلا! Hey!
هفته امروز بس قربونش برم بسن قزده شدی ها بیا بریم به 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 بابا چه زیبا چه بزنه بیاد من از اسرار تو زیبا با خبرم من هیچ سری ندارم یه دقیقه واسه ببینم کارت ده من با تو کاری ندارم برو به کارت تنها کجا میری مال من آرام جان بی من چرا میری کمتر به من ای جان دل بی اعتنایی کن یک لحظه هم فکر منو بی وفایی کن بشه واسه بچه ها لباسی بخواییم اینا خرافات نمیفهمم چرا سرنوشت من چرا باید من پاشم بیام اینجا و چشمم به چشم تو بخوره و عاشق تو بشم با این کار من حتی عمو از خودم رنجوندم میترسم یه وقت به سرنوشت این دختری که سر مزارش ویسادی دوچار بشم شید عاشق جوانی شد که از اون بره که اومده بود مثل تو چی میگی زیبا از چی حرف میزنی چرا به عشقی که اینقدر بزرگ و مقدسه تردید میکنی؟ نه اینطور نیست خدوداد تردید نیست درسته که من در شهر بزرگ شدم ولی حس میکنه شیدا دوچار بشم زیبا خواهش میکنم با این حرفا دل منو نشکن زیبا و پسر خارکرده آره آره یه کلکی دستشون بدم که تو داستانا بنویسی برم تر وقته شام نه کاره واجب تری داریم مراد الان منتظره برو بریم تا دیگه شده را بیافت خدا داد باور کن من اصلا نمیخواستم دل تو رو بشکنم هرچی گفتم حقیقت بود من با همه این حرف و پهلوی این یادگار عشق قسم میخورم که به جز تو کسی دیگه ای رو دوست نداشته باشم تو هم قسم میخوری منم قسم میخورم سلام آراش قرارمون چی شد؟ اومدی اینجا از من گوسفند میخوای آره؟ حرفشو قبلا با هم زده بودی فعلا پنجاته بده تا بعد تو خیلی گوشه منو بریدی حالا نوبت منه بگیر نه من باید دنبالش بریم نه درست زدم به قلبش کنکش کنده
لباس اطمینان تو تغییرش کن. یالا برو دنبالش. گوش کن. اگه وقت خواست بره طرف جاندارمری کارش یه سر. خداداد تنهایی رفته بودن تو قبرستون. شما نباید اجازه بدین این پسر بهتون خیانت کنه. من باور نمی کنم. به جون خودتون راست میگم. دفعه گفتم تو به کار خودت برس. چی شده؟ بیچاره مراد تیر خورده. تو حق نداشتی پاتو اینجا بذاری. تو قسم خورده. باشو برو. اومدم بهتون بگم خداداد بچه یه سرزاهی نیست، پسر افراسیاب میرزاست. پسر افراسیاب میرزاست، بریم بهش بگین من اونو به دستور اروج دوستیدم. دیر شد، نتونستم خدمتش برسم. خب، انشالله که به درک فرستادیش. رفت کلبه اکبر خارکن، با اکبر و زنش حرفایی زد که من نشنفتم. خب، بعد؟ هیچ، همونجا مرد. ببینم به شما خبر دادن که مراد مرد. یه نفر اونو باتیزه. آره، خدبه، خدبه، بچه انسی رو برده بود. بیچاره. آه، خدا داد؟ برام پیغام آوردم که افراسیاب میرزا کارم داره. خودشون کجا هستن؟ بیا تو بشین، الان دیگه پیداشون میشه. نه همینجا هستم. خوبه میشم. نه اونجا خوب نیست. ها؟ بیا بشین. زمنان تا افراسیاب میرزا بیاد فالتو میگه. بشین. مگه تو فالگیرم هستی؟ مگه نمیدونستی؟ ما کلیا هممون فالگیر و طالبین هستیم. خب حالا دستو بده ببینم. نه دست چپ تو، برای اینکه دست چپ به قلب نزدیکتره. ببین خدا داد به من رحم کن. باز که تو شروع کردی؟ تو خودت خیلی خوب میدونی که من هر چیزی که آرزو کنم به دست میارم. من تو رو دوست دارم. کسی هم که اینجا نیست. تو از من باشی. چرا کسی هست؟ اما تو نمیبینی. من به کسی که نمکشو خوردم خیانت نمی کنم. خدایا اونو ببخش. من اینطور هست برزن خدا دارم. خدا توف به روز بیاد خائن کسی. نه افسوس که به تو مدیونم. نمیتونم خدمات تو نادیده بگیرم. نمیتونم اونا رو فراموش کنم. پدر بسرم نه خونه من نه. از این ساعت دیگه حسابی با هم نداریم. از جلوی چشم دور شو. نمیخوام قیافه کثیف تو ببینم. دیگه هم نباید این طرف ها پیدات بشه. فهمیدی؟ تا غروب آفتاب بهت مهلت میدم که کاراتو تحویل بدی و گم شی. نه پدر، همیشه همه چی رو خراب میکنی. زیبا باور کن من بیگناه. خدا شاهده که من هیچ نظری نداشتم، اما این زن هیلگر مخصوصا منو رسوا کرد. به شرفم قسم که من کاری نکردم، هیچ خیالی نداشتم. گم شو. بسیار خانم به من دستور دادن نذارم از اینجا بری. غلط کرده هر کی دستور داده. خیلی معذرت میخوام، عموتون دستور دادم. آقا
آخه پسر جون چرا این کاری کردی؟ تازه بهت شانس رو کرده بود، اقلا میداشت یه چند ماهی میگذشت. بعد چی رو میذاشتی بعد؟ من که کاری نکردم. اگر را دیگه چرا این حرف رو میزنی؟ چرا از خودت دفاع نکردی آقا پسر؟ بهم فرصت مرگه. تو از اینجا گم کنی. اشتباه کردی. من حرف هر کسی رو گوش بکنم حرف تو نامرد رو گوش نمی کنم. موقعی هم که دلم خواست از اینجا با مطمئن باش نمیتونی جون سالم به در ببری. هر جا باشی گرد میارم. خیلی داره یک زیاد میگه. بهتره کلک شو بکنی. آه نمیشه، مسئولیت داره. پدرم اگه بفهمه عصبانی میشه. پس ببندینش به گاوا. هل بزودین یلا یلا جون بکنم برو بکنم برو یلا جون بکنم یلا یلا بجان بینا بجان بینا برو بکنم یلا بیا اینجا بازش کنیم. زود باش بسار. خواه برای آدم شدین برای بگرم بینا اون اسمشو بیارین اینجا ببندینش به اون بیاده. حیفه که بله. یا الله زود باشین یخت سواری بخوره. حالش جا بیا تو که ظالم نبودی. تو چرا نشه؟ آب اونجا هست برادر، برده بده حیوان بخوره. تو مادر خدا دادی؟ آره. پس باشه بیا جلو کارت دارم. چی کار میخوای بکنی؟ تو کی هستی؟ بعدا میفهمی. خوب گوش کن، میخوام بدونم مراد قبل از مردن چی میگفت. حرف نمیزنی؟ خب منتظرم. چرا لاش شدی؟ حرفتت حرف بزن یلا. کی تو رو فرستاده؟ بگو. نمیگی میگه کی تو رو فرستاده اینجا؟ بگو. آنها با تفنگ خودت یه گروه حرامه. نه خدا داد نه کشش. برش کن برش. مادر جان نمیفهمی چی کار داره میکنی؟ مادر جون، مادر جون، هرچی تو بگی. نه برای آخرین بار میپرسم
کی تو رو فرستاده اینجا؟ نه نمیگی؟ آخه با من چه دشمنی داری؟ ببین خدا داده تو عمرم از تو خواهشی نکردم، این اولین و آخرین خواهش منه. آزادش کن بره، به خاطر مادرت. باش برو گورتو کن 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 باد هرچی تو بگی گوش میکنم. اون آزاد شدم به مادر. مادر نه مادر، چرا منو تنها گذاشت مادر؟ انتقامتو میگیرم. پنج تا بیشتر نداشتی؟ بقیهش آراج بهم داده. اون آراج خدا نشناسه دوسته. تو چرا از مال دوزی نگهداری میکنی احمد؟ بقیه گوسفندا رو ببر بده صابش. دلت راضی میشه شبانه بیان و گوسفنداتو بدوزن؟ آراج اگه دوزه برای اینه که نمیتونه از راه حلال نون بخوره. مطمئن باش به سزای اعمالش میرسه. از چنگ من و تو میتونه خلاص شه، ولی از چنگ قانون نمیتونه. احمقه میشون اگه یه دفعه دیگه دست به اسلحه ببری سوراخ سوراخت میکنم. خدا داد و عمدن رسوا کردم، از ناراحتی بود. اومدم بهت بگم مادرشو کشتن، خودشم بدجوری زدن. تمام اینه تقصیر توی تو این بلاها رو سر اون خوردی. نه، تو زندگی یه جوون رو به بازی گرفتی، مادرشو به کشتن دادی. کاری کردی که عموم من اینجا حبس کنه. نه، من گمشو تو نکشتم. خائن پست فطرت، میکشمت، میکشمت. من گفتم که پشیمون شدم. حالا یه دقیقه به حرفم گوش میکنی یا نه؟ حالا که موقعی دعوا نیست، اومدم اینجا به تو کمک بکنم. باید خداداد رو نجات بدیم، نباید دست رو دست بذاریم و بشینیم. حالا میگه چی کار کنم؟ تو که میگی یه عده رفتن سراغش. آره درسته، من هیچ نمیدونم چی کار کنم. باید یه جوری از اینجا بریم بیرون. عمو من اینجا زندانی کردی، تو برو برام خبر بده. میترسم تا من برسم خدا داده کنم. نه ترس، هیچ کارش نمی کنن. اون اینقدر زرنگ و باهوشه که میدونه چی کار کنه. چقدر این لباسا بهت میاد. خدا به همراهت. خیلی باید احتیاط کنیم. ممنون. خدافظی. دیدی که عشقم از منه، بی دل جدا شد. خدا
دادت، ما دیگه از دست این اوروج و نظرغلی به سوتو اومدیم. آخه تا کی باید دشمن هم باشیم؟ خب حالا پاشدین اومدین اینجا، از من چی میخواید؟ تو همیشه گفتی که حاضری به ماها کمک کنی. ما همه اینجا قسم میخوریم که به تو وفادار باشیم. فکر نمی کنم جا گذاشته داشته باشه. امتحان میکنی. تا حالا فکر میکردم که شماها با اون گوسفندوز بیشرف همدستین، ولی حالا مطمئن شدم که راست میگین. چیزایی رو بگم. آره عزیزم، هر چی میخوای بگو. خیلی دلم میخواد بشنوم. خدا داد بیگناهه. اون علمشنگه رو من خودم بپا کردم. میخواستم خدا داد از نظرتون بیم. تو بپا کردی؟ چرا؟ حالا میتونی منو بزنی و بکشی. خیلی وجدانم ناراحت بود. حسادت وادارم کرد که این کارو بکنم. اما حالا پشیمونم. صبر کن ببینم. پس با این حساب تو باید بدونی چیا خدا داد و کتک زدن و مادرشو کشتن. آره اروج و نظرگلی اونا با شما بدن، این برام مثل روز روشن. گوسفند دزدیدن، همشو بردن فروختن یا بخشیدن. اگه بخوای دست رو دست بذاری و به امنیه خبر ندی، میام چلک خودت هم میکنم. من نمیخواستم کار به انتها بکشه، ولی حالا مجبورم. خدا رو شکر که اومدی، دیگه داشتم ناامید میشدم. چرا اومدی اینجا؟ خودت تو باید به حرفای من گوش بدی. من میدونم تو بیگناهی. اگه بیگناه بودم عمود نمیگفت منو با این تفنگ بکشن. امی من هیچ وقت همچین دستوری ندارم. حالا یه خورده به حرفای من گوش کن. به خدا قسم از این ساعت دیگه ازت جدا نمیشم. چرا نمیخوای بفهمی؟ نرگس همه چی رو بر من گفت. هیچ وقت رد خور نداره. باید صبر کنیم ببینیم آخرش چی میشه. اونها اونم آخرش داره میاد. آره کجا داره میره؟ بریم بپرسیم. نکنه یه وقت گلشون بخوریم. مرد ببینیم بچه ها، شما هیچ خبری از خداداد و زیبا ندارین؟
اگه شما فهمیدین به من بگین. اگه بفهمم خدا داد هنوز این دارو براست میدونم چی کارش بکنم. افراسیاب میرزا مگه شما قول ندیدین دیگه کاری به کارش نداشته باشین؟ بعد همیشه سر قولش وای میسته. درسته عزیزم، منم هنوز سر قولم هستم، ولی این اواخری اتفاقاتی افتاده که من ازشون بی خبرم. تنها شما نیستین که از همه چی بی خبری. راستش منم دیگه از این موش و گربه بازی خسته شدم. خیلی خب، حالا وقت این حرفا نیست، برو خونه بعدم با هم حرف میزنم. میدونی کارلوس، گوش کنیم بچه ها، من سر جاده یک کاری دارم میرم، زود بر میگردم، شما هم بریم بگردیم زیبا رو پیدا کنیم. بریم. داشت از سیامون میکردم، تو بمیری داشت میرفت پاسگاه. فردا صبح کلاک همشون کنده است. اونهاش خودشه، افراسی هم میزاست. گوش کن، تو از اون طرف برو، منم از این طرف. خیلی خوب. اسب چیه؟ اسب عمومه. من چه اندازه میکنه این نام حق براخره گیره تا بردم از تحویل بگیر یا آقی نمک به حروم. عمو جان خدا داد من از دور دیدیم که نظرخوری داشت فرار میکرد. نظرخوری؟ قسم به روح مادرم راست میگه. سلام درست. فکر میکنم افراد نظرگوری اوراجی این شرفا حالا که دستشون برای ما رو شده بخوام دست به یکی کنن و ما رو از بین ببرن. الان حالیشون میکنن. صبر کن من به تو اجازه نمیدم که بروی اونا تیراندازی بکنی، که کشته بشی چه بکشی فرق نمیکنه، ما نباید کاری بکنیم که اونا موفق بشن. افراسیاب راست میگه، عرف پدرتو گوش کن. من میرم برات مرهم بیارم. نه پسرم، مرهم که لازم نیست، کارا از این کارا گذشته. چی شدی؟
بگو بعدش چی شد؟ در همون تاریخ آوردنش پیش من به همین دلیل اسمشو گذاشتم خدا داد. دیگه شکی ندارم که اون پسر منه. خیلی خوب، باید بهش همون ندیم. یه رو بچه ها، بیا رو شدی پسرم. حال پدرم چطوره؟ بد نیست. ببین پسرم، تو میتونی زیبا رو دخترمو و نامزدت بدونی و منو مثل پدر واقعیت. میگه بعد از این هیچ اتفاقی برات نمیفته، با هم میریم ده و تو همه کارها رو به عهده میگیری. من از اولشم تو رو مثل پدر واقعیم دوست داشتم، به همین دلیلم اینجا موندم. ولی به خاطر خدا داد میخوام برای همیشه پیش تو باشم. بریم عزیزم.
باشی پیدا میکنم، برای اینکه تو یگانه پسر منی. که فریاد می زدن نابودش کن و هستیش را به آتش عوض پول بسوزن. فیلمی در ماوراء هیجان از سینمای فارسی با عنوان کمربند زرین، سرشار از حوادثی که تا کنون خلق نشده است مگر در این فیلم. در این لحظه پرهراس مردان خشمگین به تصفیه حساب‌های گذشته می‌پردازند. یک قهرمان باید مطیعشان گردد، اما مردی است با روحی بزرگ و سرکش. کمربند زرین، فیلمی که شما را از اوج هیجان به سرحد نشاط می‌کشاند. چه قشنگی، چه ماهی، سر و جانم فدای تو، بمیرم من الهی. تو چه ماهی، چه ناز داری، حکرم من دنازت. به خدا من دلم میخواد که برقم بسازم. تو ماهی قشنگی، چرا با دل من همیشه بجنگی، فدات بشم قربونت ببرم. یک توطئه شوم، این مرد میخواهد بزرگترین رقیب عشقی و قهرمانیش را نابود کند، ولی برنده این بازی خطرناک مشخص نیست. ممکنه اونا بخوان منو بکشن، ولی من فقط باشون مبارزه میکنم. مبارزه شرافتمندانه و هیچ ترسی هم از هیچ کدومشون ندارم. حاضری یه شرطی ببندی؟ چه شرطی؟ اگه سهراب نیمد، این باشگاه مال من. چه اینطور؟ قبوله؟ قبوله. همه جا رنگ ناپسند توطئه به خود گرفته است. جدال برای زنده ماندن ادامه دارد. صد دفعه بهت گفتم من به طوفان مخروزم، گرفتارم. ولم کن پدر، ولم کن. دختر چرا نمیخوای به خاطر نجات پدرتم که شده فداکاری بکنی و رضایت بدی؟ نمیتونم پدر، من نمیتونم خودم رو به خاطر شما تو آتیش بندازم. شما نباید رضایت بدی، نباید. کمربند زرین، فیلمی در اوج هیجان با شرکت قهرمان کشتی کچ ایران هایک، به نقش مردی که حوادثی پیاپی را در آغوش بگیرند. صابر آتشین به قالب یک قهرمان کمدی. آخه من به مشروب عادتی ندارم. اصلا یکی دو دفعه به اصرار دوستانم خوردم، ولی خیلی ناراحت شدم. بخورید، آدم باید همرنگ جماعت باشه. نه، آخه من ورزشکارم. خیلی خوب، این که مهم نیست. دیگه دستمو بر نگردید. و این قهرمان زندگی را با همه دشواری‌هایش به خاطر معشوقه زیبایش دوست می‌دارد. در بهار من می‌بخشد جان به تن، خنده‌های تو شادم گر جان دهم من به پای تو. کمربند زرین، پدیده تحسین برانگیز با داستان نو و شیوه جدید. با شرکت سهینا، معشوقه یک قهرمان. هایک، یک قهرمان. سارا، زنی وسوسه‌گر. مصدق، ناآرام. ادکچیان، همراه با بهمنیار. کمربند زرین، به زودی در این سینما. کمربند زرین. دشت های پهناور و کوه های رفیع و سر به فلک کشیده در زیر سم اسبان تکاور می لرزید. فریاد جنگاوران نیرومندترین دشمنان را از اندیشه حمله به آن سرزمین باز می‌داشت. آنجا سرزمین جنگجویان بود، سرزمین مردان کارزار، سرزمین دلاوران. سوالت هم مثل قیافت احمقانه است مرد. اولا که مادرشو دوست داره. کسی که مادرشو دوست داشت، زنشو، اسبشو، وطنش هم دوست داره. از معلوم میشه چیزایی که شنیدم راست.
استودیو میساقیه با شرکت فخرالدین ستاره بزرگ و مشهور سینما یکی از پرماجراترین فیلم های تاریخی خود را تقدیم میکند. سرزمین دلاوران. منو ببخش عزیزم، دوست دارم. تو تنها کسی هستی که تو این دنیا دوست دارم. اما یه جانباز وطن غیر از عشق ورزیدن کارهای مهمتر دیگه ای هم داره که باید انجام بده. تو هنوز نمیتونی اینو بفهمی. میفهمم. اما برام دعا کن. پولاد. آفریننده ده ها نقش بزرگ، ایفاگر نقش دلاوران بزرگ تاریخ، فخرالدین. فخرالدین. فخرالدین در فیلم بزرگ سرزمین دلاوران. توری بنایی، دختری که در راه عشق به کام حادثه میافتد. دکورهای مجلل و عظیم برای دربر گرفتن ماجرای عظیم، ماجرایی که در آن زن و مرد برای مبارزه با بیدادگری و ظلم علیه مردی شیطان صفت به پا می‌خیزند. سرزمین دلاوران، داستانی شگفت‌آور از جنگ و سرنوشت، حماسه‌ای شکوهمند از دلاوری که برای مبارزه با بیدادگری و برای پیروز گرداندن حق بر باطل به جهنم حوادث گام نهاد و خود آفریننده حوادث عجیب‌تر و ماجراهای مبهوت کننده تر شد. در سرزمین دلاوران، سرزمین دلاوران، یک فیلم رنگی از ماجراهای شکوهمند تاریخ، با شرکت چهره مشهور، نام محبوب و شناخته شده سینما فخرالدین، ستاره هنرمند و نقش‌آفرین زیبای سینمای ایران توری بنایی، جهانگیر غفاری در نقش پرنسی که به خیانت برادرش حکمرانی را از کف می‌دهد، همراه با نبات چهره، چنگیز آیدین و محمود راوی به نقش مردی فریبکار که با هر حیله و نیرنگ جان خویش را نجات می‌دهد. سرزمین دلاوران، داستان تلاش و مبارزه یک ملت برای رسیدن به آزادی. سرزمین دلاوران، حماسه جدال و اسیان مردمی علیه ظلم و ستم. سرزمین دلاوران، یک فیلم به کارگردانی حسن ساسانپور، محصول استودیو میساقیه. کرام نگاه سخن میگویند، دست ها با کرام نوازش، دوستان با کرام محبت، دشمنان با کرام پرخاش، ولی مردان حق با کلام حق. ببخشینا، خداوند چه ریختی تفضل میکند، اونم به گناهکار بدبختی مثل من. ها پسر جان، در توبه همیشه بازه. در کرام حق که رازی نهفته بود که یک باره تار و پود روح این گناهکار شیطانی را به لرزه در آورد. این چه کلامی بود که با شنیدن آن دست از سیاه کاری ها برداشت، به راه آمد و سراپا عشق و جذبه شد و پای تا سر محبت و اخلاص. نه ماما جون، بابا ما بسی بچه نازش شده. البته بابا، البته. بفرما. اینم مدرک، شیرین فرزند نصرالله، نام مادر بندی خانم. خانم جون، شما کی هستی؟ مگه بابات وسط نگفته؟ من دوست سابق بابات و مامانت هستم. پس مامانم رو میشناختی؟ آره خیلی هم خوب میشناختی. چیزن نفرت انگیزی. منم. پس چی؟ خیال کردی کشکی هر روز میاد مغازه تلفن میکنه؟ این چه دلیل نشد. و منم هر روز از مغازه محمود آقا تلفن میکنم. چه حرفا میزنی؟ بله؟ نفهمیدم. خانم وارده هر روز به کی تلفن میکنه؟
دشمنان به خونش کشیدند، بر او ستم کردند و عشقش را به خیانت آلودند، ولی او همچنان شیفته بود و بی بازگشت، شیفته کرام حق. کرام حق، کرام حق، ساخته دگرگونه ای از نظام فاطمی. فیلمی با تمامی احساس و عشق، خوشنوت، حادثه و با تمامی آنچه که زندگی را می سازد. فیلمی در متن زندگی، سرشار از عواطف انسانی و لبریز از آن احساس بی‌نظیری که عشق مادریش میگویند. اومدم دخترمو ببینم. برای همینی که میخوای سعادتشو به هم بزنی؟ با من سعادت مادر سرم نمیشه، من پول میخوام، پول، میفهمی؟ این دهانتو باز میکنه؟ مرپوچ چی آقا نستان، اگه میدونستم بهتون میگفتم، به سیبیلای مردونتون مرسم. آسامت راسته، چون من سیبیل ندارم. کرام حق با درخشش تازه از رضا بیک امام‌ری، آرام، جلال، علی ثابت، جواد تقدسی، ملیحه نصیری و با معرفی نسرین مقدم، دیدگوری و محسن وزیری. یا الله سامنک چقدر دیر کردی؟ عجب اخلاقی دارینا، من گوش پیدا میشه. تا کرج رفتم نشتم، اونجا رفتم صد کرج، 40 تومن بنزین مصرف کردم تا 3 کیلو گوش خریدم. تازه الان فهمیدم یخ زده از کجای کار خانم. عجب اخلاقی داری یا شهرمندتم بدری خانم جون، نوکرتم فخری خانم، یادت باش این تن نابود چه یادم هست. و با یادی از مخبش رنوی جانو بیمو کجایی مردانه. کرام حق، هدیه ممتاز و دگرگونه از سیارا فیلم به کارگردانی نظام فاطمی، پخش از حسام فیلم. کرام حق، کرام حق، کرام حق، پخش از حسام فیلم. کرام حق، کرام حق، کرام حق. اما حالا دلم نمیاد برم بیرون. این همه اونا به کوچه و خیابان کشان تا به سوی سرنوشتی محتوم پیش برانند، زندگی را در روشنایی باور و پندارون بکن. من اونو میکشم باز رو پام بیفته جلو همه. تو اشتباه میکنی جهان، تو از هیچی خبر نداری. پوری بنایی شخصیت میهن را زنده میکنند. میهن زیبا بود، جوان بود و در پی عیش، اما در گیردار ستیزی نابخردانه از زیبایی جوانیش کاری ساخته نبود. جهان چرا این کاری کردی؟ چرا؟ گلی بود نبویده، نسیمی زود گذر و آگاهی ترسیده این مادران. من؟ این شما هستین که میترسین. شما دستی دستی اونو فرستادین تو آتیش، شما میخواین اون سر به نیست بشه. برو خونت بگیر بخواب جوان، الان زهد تو خونه داره شروع میکنه. حبیب الله بلور در نقش پهلوان قطب دیگر این ماجرا را میسازد. اوست که در بین جماعت ساخته میشود تا زبان آنها باشد. آدم فقط واسه چیزی میتونه قول بده که به خودش مربوطه. این موضوع به من ربطی نداره. من حرفی رو زدم که همه اهل محل میخواستن بزنن. من فقط کاری یه زبون رو کردم. مردان سهر به بررسی یک موقعیت میپردازد، موقعیتی که از افسانه های شاهنامه تا واقعیت زندگی امروز راه درازی آمده است و همواره آینه دار نفرت، دوستی، سرخوشی، عشق، کینه، خودخواهی و آزمندی انسانی است که از غروب تاریخ به سحرگاه آینده می نگرند. مردان سحر، جلوه‌گاه هنر بازیگری رضا بیک امام‌دردی، پوری بنایی، حبیب‌الله بلور،
ایران دفتری، عزت الله مقبلی، ابراهیم نادری و قدکچیان. مردان سحر، مردان سحر کنجکاوی صمیمانه است در قلمرو نیازها و خواستهای همیشگی انسان. مردان سحر، فیلمی از اسماعیل نوری علا، محصول سازمان سینمایی شورک. مردان سحر و حلقه گفته ایران بازگویم، موضوعی پیچیده و بغرند که میتواند نقطه تحولی در راه ایجاد آثار نوین سینمایی باشد و بران قصاص نام نهادم. قصاص، نامی بر پایان یک حادثه. قصاص خونبه هاست و در قصاص زندگی است. لایا قاسم دین و لیمون سرسه، از حساب و کتاب آخرت نمیترسه. دست کم بذار از آدم های این دنیا یه خورده بترسه. بذار خیال کنه هر بلایی سر هرکی بیاره همون بلا سرش میاد. یادم میاد اون وقت که ناز نازی بودم، با بچه های کوچه هم بازی بودم. با این ترانه گرم قوقا میشدیم، میخوندیم و میشستم با موزه قدم در راه زندگی نهاده است. بابا پدری خسته و اسیر اعتیادی خانمان برانداز. پیر مرد غیرتت کن، نیرو محبت پدریت کن. یا کریم همون از توی گیم ترخکی آجدیه قربونی درشی. مردی حوسباز و کامجو که به خاطر برآوردن امیال شیطانی خود فاجعه قصاص را به وجود آورد. ولش کن. و این مرد با تمامی آنچه که کرمه